خب بسم الله الرحمن الرحیم رحمت خدا. ببینیم دوستان میریم به ادامه درس های گذشته. روز قبل ما روی جیو رفرنس کار کردیم، نه میرم خلاص شد، یک صفحه نو میگیرم. قبل از اون ما و شما روی تحلیل های مکانی بود که چه قسم بتانیم روی توپوگرافی و نقشه های سیبودی کار کنیم. روش هایی را که ما و شما کار کردیم با استفاده از دیتای چه بود؟ سروی بود. کانتورا را تولید کردیم به این شکل و ارتفاعات. خب ما یک نوع دیتای دیگر در جایز داریم تحت نام چه است؟ دیم فایل برش مگم. بر علاوه از این یک نوع از دیتای رستری است که شما میتونین توسط از این فایل هم چی کار کنین؟ توپوگرافی فضاها را ایجاد کنین و رویش بیاین کار کنین که با چی شکل است. ما اینجا یک فایل دارم، یک قسمت از افغانستان دیم فایلش دارم. باز شما میتونین که بدیس برین از جای مختلف هم. ببینین در اینجا تحت نام فایل هست اینجا دیم افغانستان در این هست. فورست تحت نام DEM دیم نیست اینجا باش برم شاید تکمیل هم داشته باشیم. این بسته افغانستان است، یک اینه با ریزولیشن 25 متر اینجا بیم 25 متر. این یک نوع فایل است دوستا. بر علاوه ای که این فایل چی را داره؟ ایکس و وای شما میمانه، این چی هم در ارتفاع رو در این دیم فایل شما سه پایین‌ترین ارتفاع شما 249 متر از سطح بر است، بلندترین ارتفاع میتونه هر جایی که باشه 7780 متر از سطح بر چی است. اینجا ارتفاع وجود داره که میتونین قسمت های واخان و سمت چین اینجا باشه. خب از این ما چه قسم میتونیم استفاده کنیم؟ روز قبل اگه یادتان باشه ما از طریق اسپشال انالیسیس تولز رفتیم، از روش IDW یک لیر رستری را ساختیم که برای ما ارتفاعات چی کار میکرد؟ ایجاد میکرد، نشان میداد. ایام تقریبا فرض کنین همون فایل است که بعد از اون میتونین کانتور تولید کنین باز توپوگرافی فضا یا هر شکلی که خواسته باشه. سگه اگر ما بیایم ایره سیمبولوژی کنم، بیایم به اون کلاسیفیکیشن ما ایره به 5 کلاس به ما تقسیم کنه ارتفاعات، میتونین کلاسش بیشتر کنین کمتر کنین، این دست شماست. از جا میتونین رنگای مختلف برش استفاده کنین. فرض که به این شکل اگر نشان بتیم ببینین اینجا ارتفاعات آورده برتان چیکار کرده، تقسیم بندی کرده از 49 تا 678 متر ساحاتی است که تو رنگ آبی ارتفاعش است. فرض که اینی بلندترین ارتفاع اگر ما بیم اینجا یک رنگ دیگه برش بتیم، اینجا واضح نشان میده کدام ساحات است. اینی ارتفاع که میبینیم به اینا از اینجا میتونین شما مثل قبلا ما چیکار کردیم گفتیم من اینی ارتفاع را کار دارم، میتونین یک ارتفاع مشخص از بین تمام لیرها جدا کنین به اون شکلی که قبلا کار کردیم. اینقدر زوم کنیم اونقدر جای گرفته میکنیم؟ نه اینا سه کنین میم روی ازش کار میکنیم. فرض کنین من میخوایم کجا را یک ساحه خیلی کوچک رویش کار دارم. فرض کنیم به عنوان مثال من میخوایم ایران مثل که ایمیج ما و شما به اساس گرافیک میتونستیم جدا کنیم، ایران میتونید شما جدا کنیم، هیچ مشکلی نداره. اما من میایم چی کار میکنم؟ کابل مپ سرحد 22 نایه شهر کابل چی کار میکنم؟ ایجاد میکنم، میگم من اینی ساحه را تنها کار دارم، اینی محدوده ای را که اینجا وجود داره. فرض که از مجموع 34 ولایت افغانستان اینی ساحه را من دیم فایلش کار دارم، میخوایم رویش چی کار کنم؟ کار من انجام بدم. میتونین شما چی کار کنین؟ کلیپ کنین. اینجا سعی کنین دوستا این ساحه ای که ما و شما داریم به کدام ارتفاع آمده؟ ارتفاعش از فرض کو از 1518 متر شروع شده تا 2513 متر اینمی ساحه ارتفاعش است. ایره در سطح 34 ولایت افغانستان آمده مقایسه کرد. وقتی که شما بین ایره کلیپ کنین این محدوده باز خودش هم میتونین به سطح های کوچکتری هم تقسیم بندی کنین ارتفاعات زیر داشته باشه. پس راه حلش چی است؟ من میم اول اینمی لیر خود چی کار میکنم؟
من میگم که یک اکسپورت جداگانه داشته باشم و امی محدوده را ما اینی فایل خودم مستقیم میم به چی تبدیلش میکنم، اگر یادتان باشه کانورتش میکنیم به گرافیک. و به خاطر از اینکه بخوایم چی کار کنیم میره بیایم کلیپ کنیم اینمی محدوده رسه که حال انتخاب شده، بالای سر خود دیم راست کلیک کنین بین در دیتا اکسپورت، مثل که ما ایمیج کلیپ میکردیم یادتان هست نه دیگه، یک محدوده کوچک از ایره. خب ایره در کجا میخواییم مسیبش کنم؟ فرض کنم میم بک میم میگم در داخل اینمی فولدر چی شوه؟ سیف شوه فولدر که شما دارن. پس من میرم سیف میگیرم بونمو نام برای من اینمی محدوده را دیم از ایره چی کار میکنه؟ کلیپ میکنه و میتونین شما بالای سر از این کارتان انجام بده. میگم بله ادام شوه. خب این فایل ما دیگه کار نداریم سر هدف زیرم. حالا ببینین اینی محدوده را برای ما چی کار کرده؟ منظم کلیپ کرده. ایره میگه در کجاست؟ ارتفاع از این ساحه را ببینین، میگه از 1018 تا بلندترین ارتفاعش چی است؟ 3821 متر از سطح بر این فضا چی است؟ ارتفاع داره. خب ایره ما دیگه مجموعه زیره کار نداریم، ریموف میکنیم. خب این سرحدات هم کار نداریم، ایره هم دیگه کار نداریم. خب اینجا ببینین دوستا، اینا اگر بیایم بالای سر از این فرض که ما روز قبل گفته بودیم چی است، میتونین شما از این بین کنتورا را ایجاد کنین. یک مقدار درسای ما و شما شکل تکراری را به خود میگیره، اما باز بعدن این هدف باید بفهم که از دیم چه قسم ما میتونیم، اگر دیم یک ساحت دسترس ما قرار بگیره بعدن بدون از اینکه شما برین سروی کنین میتونین استفاده کنین. این دیم فایل دوستا امو کیفیت یا اندازه پیکسل های از این فایل را که شما میبینین زوم کنین پیکسل ها دیده میشه جا میبینین 25 متر است، یعنی امو ریزولیشن یا کیفیت از این. یک زمان شما میتونین پیدا کنین حتی تا 10 سانتی 5 سانتی تا 5 متر، هر قدر که ریزولیشن بالا بره کیفیت فایل تان دقتش با امو اندازه چیست بالا است. ریزولیشن بالا برده میتونین؟ نه خود از این را نه دیگه، اینال میشه بازو فکر میشه دیگه، چی نیست که واقعی باشه، اما باید به مو شکل که سروی میشه نظر به مو فایل داشته باید. آل سکنی میم کانتور ویت بریر سازی استفاده میکنیم. سعی کنین یک بار ما با ایدیفا امی خود دیم ایجاد میکنم، خودش سعی چند متر گرفته، ما انتروال و اندکس رویش بس کردیم یادتان هست دیگه نه. اینجا انتروال ما و شما چند متر است؟ 50 متر است. اندکس هم باید چند متر برش بدم؟ فرض کو 5 نه، فرض کو 250 که برش اندکس بدین، اما بعد از هر 4 کنتور یک انتروال برتان چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. به این شکل واسه کنین از بسته شهر کابل شما کنتور لاین های زیر یعنی دیتا های سروی زیر چیکار کردین به وجود آوردین و میتونین از اون مدل بسازین. حتی میتونیم که شهر کابل میم بعد از این کنتور تولید شوه حالت سی بودی از ایره بکشین به حالت ببینین که هیچ نوع ساخت و سازی وجود نداشته، به عنوان یک فضای سفید به اون شکل میبینین. یعنی ساخت و ساز هدف ما چی است؟ یعنی تغییراتی که روی زمین از بخاطر توسط فعالیت های بشری انجام میشه، خانه ساخته میشه یا دیگه، یا وجود نداره، حالت طبیعی خود فضا را شما میتونین ببینه. پس ایره اگر من آف کنم ببینین این کنتورهای زیر شما تولید کرده، اینی جای کانتور نزدیک است به این ماناست که چی است؟ ارتفاع بیشتر از ساعتی که دور است، ارتفاع چی است؟ کمتر است. اگه ایران بیاین نظر به نمو اندکس و انتروال سیمبولوژی کنین با دو رنگ متفاوت دیده میشه. من یک نمونی از این نقشه ها را ناوردم، اگر یک وقت شما برتان در گروپ مندازم، نقشه های توپوگرافی یا همین نقشه های TLM میگه توپوگرافیک لند مپ که از یا استفاده خیلی زیاده میشن. فرض که نظر به تایپ ببینین بازم اونمو دو نوع کنتور را شما اینجا میبینین. من رنگ از این را فرض که به تگ رنگ نشان میدم، میم رنگ از این فایل خدا این مقدار بولد میسازم و مالت عادی باشه بولد باشه و یک رنگ تیره تر باشه. سعی کنین بازم اونمو نقشه ما شما چی شده؟ تولید شده و از این میتونیم استفاده. خب تا حالا امو درسای است که ما و شما قبلا چیکار کرده بودیم خوانده بودیم دیگه. حالا از اینجا میتونید برین از این فایل چه بسازین دوستا؟ تن فایل بسازین. امو یک تن حالت سیب چی ببینیم؟ سی بودی ببینیم فضا را به شکل 3D ببینیم. خب سعی کنین در اینجا ما میایم چیکار میکنم؟ خود لیه را ایجاد میکنیم، این کنتور را
اینجا یاد دانه است، ما گفتم که با سر کابل کار کردیم، برتان یادآوری میکنیم. سعی کنید در اینجا ما پروژکشن فایل خود در خودش پروژکشنش که از به اساس چی از دیسیمل است. ما میاییم میگم پروژکشن از این فایل ما باید چی باشه؟ UTM باشه. تینه که تولید میشه با فرمت چی باشه؟ UTM باشه. چرا تصویری را که ما دارم امو انچیش چی است؟ پروژکشنش UTM است، به اساس متریک است. باز دلیلش هم میگم که در محیط آرسنال سعی کنید بعدا ما در جایز لیرار را میتونیم که اوورلی کنیم، کوردینات یک دیگهش چی باشه؟ این چیز باشه، کوردیناتش نیه که متفاوت باشه. باز به او خاطر ولی میم فرض کنیم در اینجا کانتور ما شما تین تولید شده، من یک مقدار میم روی شمو تحلیل انالیزای دیگه هم که تغییرات را که میارم فرض که جا ببینین ارتفاع برای ما رنگ بندی های مختلف کرده یا نشان داده، این کانتورایش هم میگم نباشه، الیویشن های زیرم چون درس ما شما مقدار تکرار است، من صرف به یک رنگ نشان میگم بتام. از اینجا هم رنگ از ایرام چی میگیرم؟ یک رنگ گفتیم که شکل خاکی باشه، نه؟ فرض کنین یک شکل را به یک رنگ نشان بده و اوکی. خب آرکسن هم اوپن میکنیم، آلی را که ببرین در محیط آرکسن شما نشان بدین و مالت طبیعی سیبودی برتان نشان میده که در کجای شهر کابل کوه است، کجا انواری است، کجا ارتفاعش بلند است، به شکل یک مدل دقیق برتان نشان میده. خب یک وقت شما یک جای میرین کار میکنین که یک جای پروژه دارین که او دور از دسترس است، حداقل شما میخواین مالت فیزیک فضا را ببینین که به چی شکل است، توپوگرافیش چی شکل است، خودتان میتونین از داخل دفتر بیاین این را منظم رویش کار کنین و به صورت اساسی ببینین که فضا به چی صورت است، به چی شکل است، دقیق دیده میشه براتون. کپی میگیرم میام در محیط میرم و بسته میکنم، مستقیم میره چیکار پیستشم. شما برین باز بعد از این نظر بونم دیم فایل هر ساحه را خواسته باشین، سه که یک مقدار دار صحیح نشان نمیده، خیلی کم نشان، میتونین یک مقدار اکستروژن نزیره اضافه کنین که یک مقدار دقیق تر کالکولیت فرض کن 3 متر زیادتر. ببینین دوستا حالا اگر زوم کنیم واضح برتان دیده میشه کجا چی است، کوه است، کجا همواری است، به این شکل. خب اینا دیتای ما یک مقدار مشکل داره، خب همو ارتفاعات شاید دقیق نشان نده، اما شکل واقعی فضا است. فرض که اینی کدام کوه است، کوه شیر دروازه است، کوه تلویزیون است، کارته مامورین به این سمت است، کوه قرق این سمت است. میبینین واضح برتان ارتفاعات نشون میده همون شکل طبیعی. اینا هر جایی را که شما خواسته باشین دیم فایلش باشه واضح تر و دقیق تر. اینا اگر یک دیم فایل خوبتر می داشتیم، دقیق تر می داشتیم، این توپوگرافی را واضح تر بردار نشان می داد. این تپه ببین چی است، وزیر اکبر خان است، فکر کنم این تپه می واضح. سعی کنید یک مقدار اگر بخوایم این واضح تر شود، در اینجا ما تصویر چرا هم دارم؟ عکس هوایی کابل هم دارم. می تانید بیارین بالای سر از چی کار کنید؟ عد کنید. اونو دلیلی که پیشتر ما کوردینات را تغییر دادم به این خاطر است، چون ایمیج کابل ما فرمتش چی است؟ متریک است. این در یک صفحه نمی آمد، اگر این را با حساب دیسیمال می گرفتین اوش می رفت در یک صفحه، دیگهش با دیگر صفحه، هم اوورلی نمی شد با بالای سرم دیگر قرار نمی گرفت. خب سه کالی را ما امو بگراند از این را پس می کنیم که اضافه است، لازم نداره. این را می ایم چی کار می کنیم؟ ایمیج ما باید با این لیره که ما ساختیم چی شود؟ منطبق شود، بالای سر هم قرار بگیره تا واز. چون مربوط همی ساحه است. سعی کنید ما اگر دست به یه علب بگیرم یک تیکر بالای سر دستم پردم، شکل چی را میگیره؟ دستم را میگیره تو بستی ها بلند. اینجا چون این لیر ما چی داره؟ ارتفاع داره. میبینید این لیر ما نداره، این اکس و وای داره، اردیش در موقع خدا آمده، اما الیویشن نداره، دیدم به شکل هموار نشان داده میشه. من میگم الیویشن خود از چی بگیره؟ از این لیر که ما ایجاد کردیم. بیم بالای سر از این در پراپرتیزش برین بالای سر خود ایمیج پروپرتیز میریم در قسمت بیس هایت لیر ما ریجه گفته نو الیویشن ولیو فرام سرفیس، این کدام الیویشن نداره. ما میگیم این فیت شوه با کستوم سرفیسی که ما خود ما ایره ایجاد کرده، اوکی بگیره و یس آلسه کنین این تصویر می بالای سر خود از این تصویر تین شما منطبق بشه خودش به این شکل.
یاد تو نیست همون لیر آب که ما آوردیم منطبق ساختیم به این شکل باید مربوطی خود ساحه باشه. حالا اگر ما آف کنم بیخی واضح شما واضح تر دقیق تر میبینید که در کجا کوه است، کجا پستی است، کجا بلندی است، دقیق واضح برتان میبینید. یک مقدار گرنگ میزاده پروژه تا یعنی حالا توپوگرافی یک فضایی را که شما هیچ ندیده باشین هم میتونین تصور کنین برتان که در کجا به چی شکل وجود دارن از نگاه مکانیابی، از نگاه تحلیل های فضایی به این شکل امکانش هست که شما این کار انجام بده. به این قسمت کسی سوال داره؟ یعنی ادقل فهمیدین که ما چه قسم بتانیم تحلیل کنیم. فرض کنیم بله هست نمیتانیم بودیم یا کسی هست که نرفت بیم فایلش باشه، ایمیج شما اگر داشته باشین خوب است، بسیار خوب میتونین که برین چیکار کنین روی از این تحلیلاتون انجام بدین. حداقل با محیط آشنا میشین که فرض که در بحث فضایی یک مقدار موضوعات نظامی یا فضایی مسائل جنگی اگر باشه برای یک کسی که در خط نبرد میره جنگ میکنه آشنایی با خود فضا ببینه که چه رقم فضاست، توپوگرافیش چه رقم است، این بسیار مهم است که باید ما بفهمیم که حداقل اینی نقشای توپوگرافی که ما بیشتر توسط کانتور یا ایجاد میشه دوست یا زیادیش در بود نظامی داره که کسی که در ساحه جنگ میکنه بفهمه که در 100 متری ما چه رقم یک فضاست. یه خب یک مقدار رزولوشنش کم است، ما دیتای را داریم 50 متر یعنی مقیاسش تا 50,000 است که 1 سانتی به مقیاسای بزرگ که در فضای جنگی از اون می چیکار میکنن استفاده میکنن. یعنی در کل این کار را که امروز ما و شما کردیم یکی بحث بودی چی را داره؟ سروی یا توپوگرافی ساحه، بحث دیگه است مدل سازی که چه قسم شما بتانین همی حالت واقعی ساحه را در یک سافتیر چی کار کنین به این نشان بده. سازی را به می حالت سیف کردن میتانیم منظر تصویر سیگونی یا؟ نه، معمولا از 3D دوستا اوتپوتش انیمیشن است به شکل ویدیو انیمیشن میتونین این شکل فرض که بین از اکسپورت بگیرین سی بودی اکسپورت میشه اما از یک جنا شما میتونین ببین. فرض که ما میخواییم از کجا ببینم اینم از این ساحه را حالت سی بودیش را ببینیم به این شکل باز ایره دیگه چی نداره که بگویم این از فرض که اینی تقالت حال ببینین چون زور کمپیوتر من نمیرسم شکل گرافیک نشان میده از اینجا میتونین اکسپورت کنین هیچ چی نداره 3D نه 2D اکسپورت کنین به عنوان یک تصویر JPG به اینی حالت اکسپورت میشه اما باز انیمیشن میخونیم فرض یک مدل ما چرخش به شکل ویدیو نشان بدیم از هر بخش های مختلف فایل نشان داده شد به این شکل میتونیم واضح دقیق داشته باشه. حال ببینیم تا اینجا باید آمده استاپ دینا ببینید اینجا آمده اما شکلی نیست که بگوییم سی بودی تا نشان میده 3D اما معمولا اوتپوت چی نیست دیگه زنده نیگه معمولا شکل 3D اکس 3D و 2D گرفته شده دی گرفته شده به اون شکل تا نشان میده نه که بگوییم به شکل تو مقابل چی برگست داره باز داره بعض سافتیر ها چی هست که 3D بیخی پرند میکنه اگر بعض نقش های قاره ها و یا را دیده باشه تو دست کنیم قابل چی هست حالا سعی کنیم سی بودی هست واضح دیده باشه. خب در اینجا کسی سوال داره دوستان؟ خب این یک بحث بود. خب بحث